عروس خردسال. این خانم 30 ساله زندگی سختی را در نروژ شروع کرده است، کشوری که در آن بسیار چیزا آموخته است. مهمتر چیزی که آموخته ای چیست؟ این که به خودم اعتماد کنم و روی پای خودم استاد شدم. او میگه که او مجبور شد در سن 14 سالگی با یک نروژی عراقی ازدواج کند. تو خودت چی گفتی؟ من گفتم نه، اما این کمک نکرد. او در اینجا با عروسک خودش است. 2 سال پیش از این که به گفته خودش مجبور به ازدواج شود، او میگوید که او مرا به نروژ آورد. او به من گفت اگر من این کار را نکنم، او نمیتواند مرا با خود به نروژ ببرد. او گفت که کاملا آرام باشم. اگر در مرز یا میدان هوایی کسی پرسان کرد، این نام و این هم تاریخ سالگرده تو است. بسیار زمان برد تا من آن را آموختم. تیم سلیم سرخ بر علیه ازدواج اجباری موارد مشابهی را داشته است. او کمتر 14 سال سن داشته است. و مرد چند ساله بوده است؟ او بر مراتب بزرگتر بود. او 3 برابر سن او را داشته است. آنها همچنین به خانم عراقی کمک کردند و شکی به داستان او نکردند. او میگوید که او مجبور شده در سن 14 سالگی ازدواج کند، با سن و هویت اشتباه به نروژ آمده است. او اینچنین حیله مرد را توضیح می‌دهد. همسر سابق او به نروژ آمد و پناهندگی گرفت. او گفته بود که در عراق ازدواج کرده است و اسم و سن خانم خود را داده بود. اما نام جعلی بود، او ازدواج نکرده بود. چندین سال بعد او به عراق سفر کرد و او را پیدا کرد و با او ازدواج کرد. او نام و تاریخ تولدی را که زمانی که به نروژ آمده بود و به دولت داده بود را گرفت. به این طریق او به نروژ آمد. او در اینجا با هویت جعلی و 9 سال سن بالاتر زندگی کرده است. اودی تایید میکند که آنها در مورد این نوع حیله که بر الغای خانواده استفاده میشود میدانند. ما میدانیم که پناهجویان میگویند همسر دارند در حالی که ندارند. این موضوع چقدر گسترده است؟ ما هر ساله چندین درخواستی را که مطمئن هستیم در آن ازدواج دروغین است یا اصلا ازدواج صورت نگرفته است را رد میکنیم. بین 60 تا 100 مورد آنها میتواند دروغین باشد و 50 مورد اصلا ازدواج صورت نگرفته است. 4 سال بعد او موفق به شکستن آنچه که او یک ازدواج خونشون آمیز مینامد شد. او میگوید که مقامات باید از خواب بیدار شوند، چرا که بسیار اینجا با عملیات ناسایی آمدند. بسیاری وجود دارند که چنین کاری کردند. آنها میگویند که آنها در کشور خود ازدواج کردند و نام خواهر یا دخترکاکای خود را میدهند و آنها را به اینجا میآورند. انرکو با همسر سابق او که حالا در عراق زندگی میکند تماس گرفته است. او داستان او را رد میکند و میگوید که این خانواده این زن بوده است که او را با یک مدرک جعلی به نروژ روان کرده است. او همچنین خشونت علیه او را رد میکند.